عزیز تلویزیون برای یک دنیای بهتر، من محمود احمدی هستم و با سلام به شما علی جوادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم. به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون برای یک دنیای بهتر سلام میکنم. در هفته گذشته نادر بکتاش، یکی از چهره‌های سرشناس جنبش کمونیسم کارگری در پاریس فرانسه درگذشت. نادر بکتاش در دوره جنبش دو خرداد و روی کار آمدن خاتمی نقش مهمی در تقویت جنبش کمونیسم کارگری ایفا کرد. علی جوادی، در ارتباط با نادر بکتاش و نقشی که در جنبش کمونیسم کارگری ایفا کرده، نظر شما رو جویا میشم. جایگاه نادر بکتاش در جنبش کمونیسم کارگری چی بود؟ اجازه بدین قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، به خانواده، به دوستان، به نزدیکان و به تمامی فعالین کمونیسم کارگری و به تمامی کسانی که برای یک دنیای بهتر، یک دنیای فارغ از اسارت اقتصادی، طبقاتی، سیاسی و آزادی و رهایی انسان تلاش میکنم، تسلیت بگم. فقدان و درگذشت نادر بکتاش یک ضایعه است. ضایعه است برای کل جنبش ما، ضایعه است برای بشریت متمدن معاصر. اما نادر بکتاش جایگاه قابل توجه و قابل تحسینی در مبارزه برای پیشبرد اهداف اجتماعی جنبش کمونیسم کارگری در طول حیاتش ایفا کرد و به طور مشخص در افسوده ویژه‌ای در مقابله با جریانات ارتجاعی دوم خرداد و ملی اسلامی ها به عهده داشت، که زمانی که تمامی به اصطلاح جریانات ملی اسلامی بیشرمانه در دفاع از جنبش ارتجاعی دوم خرداد قد علم کرده بودند، تلاش میکردند هیولای اسلامی رو بزک بکنن، به خورد مردم بدن، نادر بکتاش در صفوف حزب کمونیسم کارگری تلاش ویژه‌ای رو به پیش برد برای افشا و نقد چهره های ادبی، هنری، سیاسی این جنبش و افشاگری ها و نقد تیز و برای نادر بکتاش در اون دوران توجهات بسیاری به خودش جلب کرد و یک در افسوده شاید بشه گفت در جنبش کمونیسم کارگری در عرصه جدال اجتماعی و برای پیشبرد اهداف والای این جنبش در آزادی، برابری و رفاه انسانی بود. جایگاهش خالیه، کمبودش رو احساس میکنیم. از دست رفتنش یک ضایعه است برای ما، برای تمام کسانی که در صفوف حزب کمونیست کارگری مشترکاً برای اهداف والای مبارزه کردیم. جاش همیشه خالی هست، یادش همیشه گرامی است. منم از طرف خودم به خانواده نادر بکتاش، به خصوص به دخترش و همچنین به فعالین جنبش کمونیسم کارگری و همسنگران نادر بکتاش در حزب کمونیست کارگری تسلیت میگم. در قسمت بعدی برنامه امشب ما در ارتباط با رفراندوم در یونان میخواستیم صحبت بکنیم. پس از پیروزی حزب سیریزا در انتخابات ژانویه 2015، این حزب با وعده این که به برنامه ریاضت اقتصادی 5 ساله در یونان خاتمه خواهد داد و وضعیت مردم و وضعیت کارکنان در جامعه یونان را بهبود خواهد بخشید، بر مسند قدرت گذشت. به دنبال فشارهایی که اتحادیه اروپا بر یونان و دولت یونان و حزب سیریزا وادار کرده بود، مبنی بر اینکه به قطع حقوق بازنشستگان بپردازه و دستمزد کارگران و زحمتکشان رو در یونان کاهش بده و همچنین مالیات بر مردم افزایش پیدا بکنه، دولت سیریزا دست به یک رفراندوم زد و از مردم خواست که نظر خودشون رو در ارتباط با برنامه ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا در این رفراندوم اعلام بکنن. و اکثریت کسایی که در این رفراندوم که در روز یک شنبه برگزار شد شرکت کردن، نه بزرگی به برنامه ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا دادن و ما شاهد اون بودیم که مردم در خیابانهای مختلف یونان دست به شادی و پایکوبی زدن. علی جوادی، چرا حزب سیریزا دست به این رفراندوم زد و فکر میکنین که این رفراندومی که برگزار شد و اهمیت اون چیه برای مردم در یونان؟
ببینید این رفراندوم در شرایطی برگزار میشه که دولت‌های اروپایی، اروپای واحد به خصوص ائتلاف اصلی نیروها یعنی آلمان، صدر اعظم ارتجایی آلمان و رئیس جمهور فرانسه تلاش میکنن که سیاست ریاضت کشی اقتصادی رو بر مردم یونان تحمیل کنن و حزب سیریزا رو که بر مبنای پلتفرم نه به ریاضت کشی اقتصادی و سیاست‌های اتحادیه اروپا به قدرت رسیده بود رو از قدرت برکنار کنن، کنار بزنن. این رفراندوم در این شرایط یک نه محکم، یک نه قاطع به این سیاست‌های ارتجایی اتحادیه اروپا بود که قبول نمی‌کنن سیاست ریاضت کشی رو، قبول نمی‌کنن سیاست تحمیل بار بحران اقتصادی سرمایه‌داری در اروپا رو بر مردم زحمتکش در یونان و همچنین در اصطلاح سایر جوامعی که در اروپا تحت این چارچوب فعالیت میکنن و غیره. و این در حقیقت قدرت مقابله بیشتری رو به حزبی که در قدرت قرار داره، حزب سیریزا، برای مقابله با سیاست ریاضت کشی اقتصادی قرار میده. در این حال مشروعیت این دولت رو که یک دولت علل عموم چپ بر مبنای پلتفرم عموم چپ برای اصلاحات اقتصادی در جامعه هست رو تقویت میکنه. به این اعتبار بار دیگه مردم در یونان نشون دادن که علارغم سیاست ارعاب، علارغم سیاست تهدید، علارغم سیاست چماق بالا گرفتن سر مردم، مردم میتونن در یک انتخابات، در یک رفراندوم به این سیاست ها نبگن، قاطعانه از سیاست مقابله با ریاضت کشی اقتصادی که پلتفرم عمومی اتحادیه اروپا و دول سرمایه‌داری جهان معاصر در مواجهه با بحران سرمایه‌داری هست بایستن و راه دیگری رو دنبال بکنن. نه قاطع به سیاست ریاضت کشی اقتصادی، نه به سیاستی هست که به دنبال این هست که بار بحران سرمایه‌داری رو روی دوش زحمتکشان و کارگران به اصطلاح خراب بکنه و بر پایه‌های ویرانه کردن دستاوردها و پس گرفتن دستاوردهای تاکنونی جامعه در مبنای خدمات اجتماعی، مسئله بازنشستگی، مسئله مالیات ها، مسئله به اصطلاح سهمی که طبقه کارگر و مردم زحمتکش از رفاه اجتماعی دارن در مقابله با اون بایستن و بگن نه، ما این سیاست های ارتجاعی رو علارغم تهدیدهای به اصطلاح مثلث بانک، صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون مالی اروپا و به اصطلاح دولت‌های اروپایی، دولت‌های اصلی اروپایی دنبال می‌کردن، نه قاطعی بهشون گفتن و این نه رو در انظار عمومی جهانی نشون دادن که راه دیگری ممکن هست، راه دیگری ممکن هست، آلترناتیو دیگری بشریت در مقابلش داره و لازم نیست به این تهدیدات و ارعابات و گروکشی‌ها به اصطلاح تن بده. شما در ارتباط با این رفراندوم به این دارین اشاره میکنین که سعی کرده حزب سیریزا از یه موزه چپ اتحادیه اروپا رو مورد فشار قرار بده، ولی برخی در مقابل این صحبت شما این رو مطرح میکنن که در واقع این رفراندوم یه پوششی بوده برای اینکه حزب سیریزا در مقابل اتحادیه اروپا از یه موضع قوی تری ظاهر بشه و من جمله به این میتونن تکیه بکنن که یکی از تلفات این رفراندوم استعفای واروفاکیس وزیر دارایی چپگرای یونان بوده که استعفا میکنه درست یه روز بعد از نتیجه این رفراندوم و خود دولت هم و نخست وزیر یونان هم از این استعفا ابراز استقبال میکنه و این رو مطرح میکنه که این میتونه راه مذاکره با اتحادیه اروپا رو باز بکنه. چرا فکر میکنین کماکان رفراندوم از یه موزه چپ برگزار شد؟ ببینید رفراندوم پاسخ قاطعی بود مستقل از این که به اصطلاح حزب سیریزا یا هر جریان دیگه در حاکمیت در یونان چه تبیینی از رفراندوم ارائه بده. اراده مردمی که نگفتند به سیاست ریاضت کشی اقتصادی در شرایطی که به گروگان گرفته شدن به لحاظ مالی، در شرایطی که مرعوب دارن میشن توسط رسانه ها و سیاست مداران اتحادیه اروپا و غیره، در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول به اصطلاح تهدیداتی رو در مقابلشون قرار داده و غیره، مردم نگفتن. نتیجه مشخص این نه مردم دست حکومت سیریزا رو که بر مبنای
مقابله با پلتفرم سیاست ریاضت اقتصادی به قدرت رسیده تقویت میکنه و این تقویت به ضرر مردم نیست، به نفع جامعه هست، به نفع کارگره، به نفع زحمتکش هستش که هر درجه بتونن سد محکمتری در مقابل تعرض سرمایه انانگسیخته وحشی در اروپا بر علیه دستاوردهای کارگر و مردم زحمتکش انجام بدن، این به نفع مردم هستش. اینکه چه درجه ای از سازش صورت میگیره، کجا به سازش میرسن، چه میزانی از سیاست ریاضت اقتصادی مورد توافق هیئت‌های دو طرف و دولت‌های دو طرف قرار میگیره، مسئله هستش که مردم در این عرصه حرف خودشون رو زدن و اون جنبه رو، جناحی رو که به هر حال با مقابله با پلتفرم ریاضت اقتصادی در قدرت قرار بودن رو محکمتر به جلو سوق دادن و از یک موضع قدرتمندتر. به این اعتبار آدمی که پاش روی زمین هست به این تقابل سرمایه و مردم و سیاست ریاضت اقتصادی و نفیش نه به این سیاست نگاه میکنه، از پیشبرد این امر، از برگزاری این رفراندوم و مشخصا نتیجه قاطعی که مردم و کارگر و زحمتکش در این رفراندوم به اون دست یافتن باعث خوشحالیش میشه. اینکه هر درجه سیریزا بتونه مقاومت بیشتری در مقابل تهاجم و تعرض اقتصادی اتحادیه اروپا و سران اتحادیه اروپا انجام بده، این به نفع مردم هست. راه مبارزه طبقاتی بر علیه سرمایه رو هموار میکنه و یک گام به جلو، ما از این گام به جلو استقبال میکنیم. انتقاداتی که روی این مسئله متمرکز میشن به اصطلاح اصل قضیه رو، اون محور اصلی قضیه رو گم میکنن و نمیبینن که چه تقابل عظیم اجتماعی صورت میگیره. اتحادیه اروپا سیاست ارعابش چه اهدافی رو دنبال میکنه و مقابله مردم و کارگر در یونان در مقابل این سیاست زمینه ساز چه پیشرفت هایی میتونه باشه. به دنبال اعلام این نتیجه رفراندوم، اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان مرکل کماکان بر پافشاری خودشون مبنی بر پیش برد برنامه ریاضت اقتصادی در یونان از طرف دولت یونان پافشاری میکنن. به نظر شما چه دلایل سیاسی اجتماعی منجر به این میشه که اتحادیه اروپا کماکان روی همون خواستای خودش در ارتباط با دولت یونان پافشاری میکنه؟ مسئله اینجاست که اتحادیه اروپا این شکست رو، شکست سیاست ریاضت اقتصادی خودش رو به اصطلاح در این مسئله میبینه. اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران اقتصادی، سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی، ریاضت کشی، حذف خدمات اجتماعی، تنزل حقوق کارگر و سهم کارگر و مردم زحمتکش رو در اروپا و در کشورهای حاشیه یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و غیره دنبال میکردن. اونا میبینن که اگر در این عرصه شکست بخورن و عقب نشینی بکنن، این عقب نشینی زمینه ساز عقب نشینی های بیشتری برای کل سرمایه در جوامع اروپا میشه و میتونه زمینه های پیشروی بیشتر مقابله مردم با اصلی ترین الگوی اقتصادی سرمایه در اروپا در شرایط حاضر مواجه باشن. اینا راه حلشون برای خروج از بحران اسارت کشی اقتصادی، ریاضت کشی اقتصادیه و اگر این محوری ترین سیاستش به شکست کشیده بشه، نتونه حداقل با اون دندونهای تیز به تن جامعه بیفته و جامعه رو تکه پاره تر بکنه، به اصطلاح این رو برای خودشون یه شکست میبینن و به حق به خودشون یه شکست میبینن و نتیجتا میبینیم که ناچاران از یک موضع تماما ارتجایی تعرض میکنن. اما در این موضع تعرض اجتماعی نمیتونن همه جا پیش برن، چرا که راه حل های دیگه ای رو مردم در مقابلشون قرار دادن. مردم در یونان، در اسپانیا هم میبینیم این مسئله ابعاد متفاوتی به خودش گرفته. مسئله اینجاست که دولت های اروپایی، آلمان و فرانسه در رأسش، پیشرفت سیاست سرمایه‌داری رو منوط به شکست کارگران و مردم زحمتکش در یونان میبینن. این شکست، شکستی برای سیاست‌های اونا هستش و یک پیروزی برای چپ و مردم متمدن و بشریت آزادی خواه در جهان اروپا امروز. رفراندوم به پایان رسید، رأی نه داده شد و وارد دوره جدیدی دولت سیریزا در مقابل اتحادیه اروپا خواهد بود. به نظر شما چه راه حلی در مقابل دولت سیریزا بعد از رفراندوم موجوده؟ ببینید، راه حل‌ها رو میشه به راه حل‌های
که به اصلاح وضعیت موجود و عقب روندن و شکست دادن سیاست ریاضت اقتصادی موکول میشه، به اصطلاح منوط میشه، نگاه کرد. از یک طرف به راه حل بنیادی نگاه کرد، راه حل بنیادی که تماما این مناسبات رو برهم میزنه. از نقطه نظر ما این وام ها باید ملغا اعلام بشه. اینا بدهی های بانک ها و بنگاه های سرمایه‌داری به همدیگه هستن. مردم زحمتکش سهمی در این بدهی نداشتن. وام هایی که داده میشه، وام ها به بانک ها و بنگاه های عظیم سرمایه‌داری در یونان هستش و در حقیقت اونها هستن که باید بدن. اما ظاهراً راه حل این حکومت ها اینه که مردم زحمتکش جیبشون باید خالی تر بشه، سفرهشون باید به اصطلاح رنگش کم رنگ تر بشه، بیکاری افزایش پیدا بکنه، حقوق و مزایای اجتماعیشون زده بشه. این یه راه حل واقعیه. اما در غیاب این، شاید در اونجایی که نتونن به این مسئله دست پیدا بکنن، به اصطلاح کم درد سر کردن و کم مشقت کردن سیاست های ریاضت کشی اقتصادی رو دنبال بکنن، یه پکیجی که یا مجموعه‌ای که به هر حال به اون شدتی که دول اروپایی میخوان بر علیه به اصطلاح مردم زحمت کش اعلام بکنن، اعمال بکنن نشه، به یه چیز دیگه دست پیدا بکنن. این ممکن هست و شاید اگر پیشبینی انجام بشه این هستش که این راه حل میتونه به ثمر برسه. در این حال راه حل های دیگه مبنی بر این که یونان از حوزه مالی اروپا خارج بشه، از یورو، حوزه مالی یورو، یونان دوباره مجدداً ارز مستقل خودش رو به وجود بیاره، یا از حتی از اتحادیه اروپا خارج بشه. این اتفاقی هستش که کماکان در مقابل جامعه یونان قرار داره. ولی تا اونجا که به حزب سیریزا برمیگرده، اینا میخوان در حوزه مالی یورو باقی بمونن، در اتحادیه اروپا باقی بمونن. نتیجتاً معامله چانه زنی بر سر ابعاد، دامنه و زمینه های سیاست ریاضت کشی اقتصادی هست، چند و چون سیاست ریاضت اقتصادی. بر صورت ما در ارتباط با تحولات سیاسی و اقتصادی در یونان نظارگر این تحولات خواهیم بود و در برنامه بعدی این بحث رو پی خواهیم گرفت. نشست وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در وین در جریان و امروز که این برنامه داره ضبط میشه روز دوشنبه، فردا یعنی سه شنبه 16 تیر مولت دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به پایان خواهد رسید. یکی از موارد مهم مورد اختلاف دو طرف این استش که ایران خواهان لغو همه تحریم ها، من جمله تحریم برنامه های موشکی و سلاح های نظامی هست، در حالی که غرب با اون مخالفه و این رو مطرح میکنه که این وارد ربطی به مذاکرات هسته‌ای نداره و در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای راجع به این مسئله صحبت نخواهد شد. شما فکر میکنین که اگه این مذاکرات به توافق برسه و ما با توافق غرب کشورهای 5 به علاوه 1 و با ایران روبرو بشیم، آی پیامدهای سیاسیش برای غرب و ایران چه خواهد بود؟ آیا ما با نرمالیزه شدن و همزیستی مسالمت‌آمیز غرب و جمهوری اسلامی روبرو خواهیم بود و یا اینکه سناریوهای دیگه‌ای قابل بررسی؟ من فکر نمی‌کنم که ما با نرمالیزه شدن روابط میان رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی و حکومت‌های غربی مواجه بشیم. با تغییرات کمی در مناسبات اینها مواجه خواهیم شد، اما فکر میکنم اساس مناسبات میان جمهوری اسلامی و غرب مستقل از این توافق بر مبنای کشمکش و جدال برای تلاش برای جایگزینی حکومت اسلامی یا تبدیل و استحاله حکومت اسلامی به یک حکومت مورد نظر و مطلوب غرب در جامعه ایران هست. این رو بر کارشناسان، بر به اصطلاح سیاستگزاران چه جمهوری اسلامی و چه غرب پنهان نیست. خامنه ای رأس آدمکشان جمهوری اسلامی اخیراً همین دیروز اعلام کرده بود که مسئله اصلی فقط بحران هسته‌ای نیست، بلکه مسئله حقوق بشر، مسئله بود و نبود حکومت اسلامی هم در عین حال مد نظر هست.
و این اون واقعیتی هست که به نظرم به مناسبات نرمالیزه شده و به جمهوری اسلامی اهلی شده، خانگی شده که هیولای اسلامی دیگه به یه پدیده اهلی و خانگی تبدیل بشه رو عملا تبدیل به یک غیر ممکن میکنه. تصویر یک جناح جمهوری اسلامی، تصویر جناح اعتدالیون اصلاح طلبان اینه که تنها راه امید برای بقای حکومت اسلامی در دوران حاضر رسیدن به توافق و بندوبست با غرب و متحدینش هست و این رو زمینه ساز بقای حکومت اسلامی قرار دادن هست. اما در طرف دیگه جناح راست مشخصا تلاش میکنه که میگه هر درجه عقب نشینی در مقابل غرب زمینه ساز عقب نشینی های بیشتر خواهد شد. مثالی که استفاده میکنن این هستش که لیبی سلاحهای اتمی خودش رو واگذار کرد، عقب نشینی کرد، طی پروسه به اصطلاح این سلاحها از بین برده شدن، اما دولت لیبی نهایتا دچار سرنوشتی شد که همگان شاهدش بودیم و هستیم و اینو میگن برای حکومت اسلامی اینطور رقم خواهد خورد. واقعیتی رو اشاره میکنن، واقعیتی که موقعیت به اصطلاح کاملا دشوار و پیچیده‌ای رو که جمهوری اسلامی قرار داره به اصطلاح بیان میکنه. اگر به توافق برسن یک پیامد سیاسی این هستش که جناح اعتدالیون موقعیت بهتری پیدا میکنه، میتونن برای یک دوره کوتاه مدتی بر طبل توهمات جامعه بزنن اما نمیتونن موفق بشن زمینه های بقای حکومت اسلامی رو فراهم بکنن. سرمایه شاید بخشن به طور اندک به جامعه ایران روان بشه اما به خاطر موقعیت سیاسی استراتژیک حکومت اسلامی و تقابل پایداری که وجود داره، چشمانداز رونق اقتصادی برای سرمایه در ایران و ادغامش در سرمایه جهانی عملاً با موانع بسیاری مواجه هستش که این موانع حلش منوط به سرنگونی جمهوری اسلامی و یا استحاله تماماً جمهوری اسلامی هستش. به این اعتبار فکر نمی کنم که مناسبات نرمالیزه شده صورت بگیره. اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه این هستش که دستان لرزان خامنه ای برای سرکشیدن جام زهر اگر به سرانجام برسه، جام زهر رو سر بکشن، این جام زهر از نقطه نظر مردم موقعیت شکننده جمهوری اسلامی رو در قبال غرب تعریف خواهد کرد و موقعیتی که میتونن تعرضات بیشتری بر علیه جمهوری اسلامی سازمان بدن و توقعات بیشتری در مقابلشون قرار بدن. بهانه تحریم اقتصادی که یکی از بهانه های حکومت اسلامی در تشدید بار فلاکت بر توده های مردم بوده، بر به اصطلاح زدن از سفره کمرنگ زندگی مردم بوده، کمتر خواهد شد. مردم پرتوقع‌تر، معترض‌تر در مقابل جمهوری اسلامی که پر از تناقض و شکننده هست. جناح راست و جناح اعتدالیون به جون همدیگه افتادن، از همدیگه به عنوان خائن و کسانی که به اصطلاح به زندگی ارزشی قائل نیستن دارن یاد میکنن. این مجموعه شکننده تر تومه مناسبتری برای مردم خواهد بود. باید در انتظار گسترش اعتراضات در جامعه باشیم. در این حال برخی این رو مطرح میکنن که به دنبال رسیدن به توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و به دنبال از بین رفتن تحریم اقتصادی، موج سرمایه گذاری در ایران احتمالاً روان خواهد شد و میتونه جامعه ایران با رونق سرمایه در واقع روبرو بشه و این میتونه باعث تا حدی باعث اشتغال و به کار گرفته شدن کارگران در بخش‌های تولیدی منجر بشه و به این اعتبار از این مسئله استقبال میکنه. شما نظرتون راجع به این؟ ببینید، برای اینکه به این مسئله پاسخ بدیم بیاییم فرض بکنیم و فرض محال نیست، فرض بکنیم که چنین اتفاق صورت بگیره. برای اینکه قضیه رو ساده تر بکنیم، آیا به اصطلاح گسترش و گردش سرمایه در کشورهای اروپایی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کارگر در شرایط امروز بحرانی جهان سرمایه‌داری شده؟ من و شما پیش از این در رابطه با بحران در یونان، در اسپانیا، در پرتغال، در ایرلند و یا کشورهای دیگه جهان سرمایه‌داری داریم صحبت میکنیم. نتیجتاً حتی اگر سرمایه ها روانه ایران بشن، حتی اگر درجه ای از اشتغال بالاتر به وجود بیاد، این به معنای بهبود بیش از حد و بهبودی که مردم بتونن بهش امید ببندن برای بهبود در زندگیشون الزاماً نیست. ببینید، سرمایه موقعی که دوران رونقش هست
کارگر در سود سرمایه سهیم نمیشه. کارگر سهیم شدنش و افزایش موقعیت اقتصادیش تنها و تنها منوط به مبارزه پیگیر متشکل همه جانبه بر علیه سرمایه هستش که میتونه به دست بیاره. و این در زمانی که کارگر و مردم زحمتکش متحدتر باشن تعرض بکنن میتونه به یک واقعیت عملی منجر بشه. اما رونق سرمایه‌داری به خودی خود منجر به بهبود موقعیت کارگر و زحمتکش در جامعه نخواهد شد. حالا اگه اجازه بدیم رو فرض که گذاشتیم برای توضیح مسئله کنار بزنیم، موقعیت سرمایه در ایران به موقعیت به اصطلاح سقف موقعیت اسلام سیاسی، حکومت اسلامی در جامعه در این حال گره میخوره. در جامعه‌ای که اسلام حکومت میکنه، مناسبات اقتصادی، چه مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری تابعی از قوانین اسلام قرار میگیره و این دست رقابت آزاد بازار نیست که بتونه تمام امور رو در اختیار خودش برای کنترل سوداوری و افزایش انباشت سرمایه داشته باشه، در اونجا میبینیم که روبناهای مساعدتری برای سرمایه گذاری وجود داره. تردیدی نیست که به اصطلاح ما شاهد ورود سرمایه ها خواهیم بود، اما این ورود به وضعیت فلاکتبار و ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی بهبودی رو حاصل نمی کنه. برای مثال اجازه بدید برگردیم به دوران پیش از تشدید تحریم های اقتصادی. آیا در اون زمان مردم و توده مردم زحمتکش از موقعیت مناسب اقتصادی برخوردار بودن؟ آیا این اون شرایطی است که به اصطلاح میتونه فراهم بشه؟ واقعیت اینجاست که تحریم اقتصادی موقعیت مردم رو وخیمتر کرد، اما برداشتن تحریم اقتصادی که باید برداشته بشه چرا که یک سیاست ضد انسانی و بر علیه مردم هست، الزاماً اتوماتیکوار بهبودی در زندگی مردم حاصل نمی‌کنه. بهبود در زندگی مردم تنها و تنها حاصل مبارزه مستقیم بر علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری، حاصل تشکل، حاصل اتحاد، حاصل پرتوقع بودن، حاصل به کم قناعت نکردن، حاصل پیشروی در مبارزات خودشون برای اهداف انسانی، اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی هستش. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. من محمود احمدی در کنار علی جوادی شبها و روزهای خوشی رو براتون آرزو دارم. علی جوادی با تشکر از شما. متشکرم به شما و به بینندگان عزیز، روز بخیر و شب بخیر میگم.